متقی به سفیر بریتانیا، بدنبال روابط مثبت با جهان هستیم. ترامپ: میخواستم حضور نظامی امریکا در افغانستان را حفظ کنم. ترکیه: امریکا را به مثلث‌سازی گروه های تروریستی متهم کرد. و طالبان جاسوسان خود را در حکومت پیشین اعلام کرد. با یاد خدا به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. متقی به سفیر بریتانیا، بدنبال روابط مثبت با جهان هستیم. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گروه طالبان که به قطر سفر کرده و در دوحه با سفیر بریتانیا برای افغانستان نیز دیدار کرده و گفته است که گروه طالبان به دنبال روابط مثبت با جامعه جهانی است. با گفته عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه، متقی با سفیر بریتانیا در مورد مسائل انسانی، اقتصادی و امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. بلخی گفته است که هیئت طالبان در مورد امنیت اطمینان داده و گفته است که افغانستان خواستار روابط مثبت با جامعه جهانی است. هیئت طالبان همچنین خواستار کمک شفاف و فوری به بخش صحی شده است. سرپرست وزارت خارجه گروه طالبان در قطر با توماس، نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز دیدار کرده است. او در این دیدار تاکید کرده که به جای اعمال فشار بر گروه طالبان همکاری شود. در همین حال اتحادیه اروپا میگوید که طالبان در گفتگوهای خود با مقامهای این اتحادیه برای نگه داشتن میدانهای هوایی افغانستان درخواست کمک کردند. اتحادیه اروپا در عین حال تاکید کرده که این مذاکرات به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. ترامپ: میخواستم حضور نظامی امریکا در افغانستان را حفظ کنم. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا گفت که در حالی که قصد خروج از افغانستان را داشت، او قصد داشت پایگاه بزرگ هوایی بگرام را به دلیل نزدیکی آن با تاسیسات هسته چین تحت کنترل امریکا نگه دارد. با گزارش سپوتنیک، ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر انتقاد کرد که چگونه جانشینش جو بایدن به طولانی ترین کمپین نظامی در تاریخ امریکا پایان داد و اطمینان داد که او بهتر از بایدن عمل میکرد. ترامپ گفت: من قصد داشتم بگرام را به خاطر چین نگه دارم، نه به خاطر افغانستان، زیرا فاصله هوایی با تاسیسات هسته‌ای چین از آنجا، یعنی بگرام، یک ساعت است. آیا میتونید اکنون در بگرام کیست؟ چین. آنها میخواهند بگرام را در کنترل خود در بیاورند. وای افزود که قصد داشت پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تمام پایگاه های دیگر در این کشور را بمباران کند. ترامپ به ویژه از مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا، انتقاد کرد که به گفته میلی، رها کردن تسهیلات و تجهیزات نظامی در افغانستان نسبت به بیرون کردن آنان ارزان تر تمام می شود. ترکیه امریکا را به مثلث‌سازی گروه های تروریستی متهم کرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید امریکا همه گروه های تروریستی را آموزش داد و مسلح کرد. به نقل از شبکه خبرگزاری TRT، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در دیدار با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، گفت کاخ سفید همه گروه های تروریستی منطقه جمله داعش و گروه های دیگر را آموزش داده و مسلح می کند. اردوغان افزود امریکا برای ایجاد نامنی، تجهیزات و ابرازهای تروریستی در اختیار این گروه ها قرار می دهد. لحاظا همکاری مشترک برای برقرار ایصال در منطقه را ضروری می دانیم. رئیس جمهور ترکیه در ادامه با ابراز نگرانی نسبت به تحولات اخیر افغانستان بر ضرورت همکاری مشترک منطقه‌ای تاکید کرده است. احمد ولی مسعود: حکومت تحت حاکمیت طالبان امکان پذیر نیست. رئیس بنیاد احمد شاه مسعود میگوید تشکیل حکومت همشمول تحت حاکمیت گروه طالبان امکان پذیر نیست. با گزارش سپوتنیک، احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، در تویتر خود نگاشته که جامعه بین‌المللی باید بداند که حکومت همشمول در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ممکن نیست. او افزود که حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت میان چهره های قومی نیست. وال استریت ژورنال: نفوذی های نکتایی پوش طالبان در سقوط دولت نقش چشمگیری داشتند.
صد روز پس از سقوط دولت، وال استریت جورنال در گزارش به نقل از مقام‌های طالبان نگاشته است که نفوذی‌های این گروه که با پوشش غربی در ادارات دولتی کار می‌کردند، در سقوط دولت اشرف غنی نقش چشمگیری داشتند. شمار از مقام‌های طالبان به این روزنامه گفتند که ماموران مخفی این گروه با ریش‌های تراشیده، پوشش غربی و عینک‌های آفتابی سالها در داخل مؤسسات دولتی و سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی نفوذ داشتند. سلیم مقام ارشد طالبان و فرمانده نیروهای بدری شبکه یقانی که مدیریت حملات انتحاری و قتل‌های هدفمند را بر عهده داشته، با وال استریت جورنال گفته که ماموران نفوذی ما در تصرف کنترل نقاط استراتژیک پایتخت نقش داشتند. با گفته این مقام ارشد طالبان، پس از فرار اشرف غنی از کابل و توقف بحث برانگیز طالبان در بیرون دروازه های پایتخت، این نیروهای نفوذی طالبان بودند که پایتخت را تصرف کردند. با گفته مقام های طالبان، افراد نفوذی آنها پیش از سقوط کابل کنترل برخی نهادهای حساس امنیتی را به دست گرفته و نیروهای امنیتی دولت سابق را خلسلا کرده بودند. مقام های طالبان به این روزنامه گفتند که این افراد نگذاشتن محتویات داخل کمپیوترهای دفاتر دولتی از بین برده شوند و آنها همچنین از تاراج برخی نهادهای دیگر مانند انستیتوت باستانشناسی افغانستان جلوگیری کردند. محمد رحیم از فرماندهان ردمیانی نیروهای بدری طالبان گفته است که شبکه نفوذی آنها در پایتخت شامل 3 بخش می شدند: افراد جنگجو، افرادی که کمک مالی جمع‌آوری می کردند و دست انکاران امور تبلیغاتی. گزارش شده که پیشترین افراد نفوذی طالبان در پایتخت مربوط به شبکه یقانی بودند. این جنا در حال حاضر دست بالایی در حکومت طالبان دارند. واحد بدری طالبان توسط بهرالدین حقانی، برادر سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی کره طالبان تأسیس شده است. گفته شده بدرالدین حقانی در سال 2012 در اثر یک حمله هواپیماهای بدون سرنشینی ایالات متحده آمریکا در پاکستان کشته شده است. دولت افغانستان طی کمتر از 2 هفته فروپاشید. طالبان اکثریت ولایات و کابل را بدون جنگ تصرف کردند. برخی ها مقام های حکومت اشرف غنی را متهم به معامله با طالبان می کند. حکومت همشمول یا مدرسه حقانیه. معاون مدرسه حقانی پاکستان در حال به ترکیب حکومت طالبان که از طالب و دانش آموزان پیشینی این مدرسه تشکیل شده افتخار می کند که در یکی از نخستین واکنش ها به اعلام دولت طالبان، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی نظام قبلی آن را به مدرسه حقانیه تشبیه کرد. تشبیه که به نظر می رسد با توجه به مصاحبه تازه رشید الحق سمی معاون مدرسه حقانیه چندان هم بی‌وجه نبوده است. مدرسه حقانیه که شمار از رهبران فعلی طالبان را آموزش داده، پس از تسلط طالبان بر افغانستان احساس غرور می‌کند.